بگو. بله. مدارکتون لطفاً. میسنم چی میخوای؟ به تو مربوط. من میگم اینجوریه دستتو بگیر. خجالت بکشون مردم. مردم کجا تو این برهوت حالم داره به هم میخوره. نکن. منو میزنی؟ نموترم. بله. از کجا میای شما؟ از قبرستون آقا جون، از قبرستون داری من میریم قبرستون. یه داره سوال میکنه. دهن منو صاف کردی. تو زندگی من. آروم صحبت کن. من دارم با ایشون صحبت میکنم. دیوونه است آقا ولش کن. از کجا تشریف میاری؟ از تهران. زر میزنه سرکار داره دروغ میگه. گفتم بهت خفه خون بگی فارسی گفتم. یک کلمه ای راست از این نمیشنوی. اگه بگه صبح الان مطمئن باش بعد از ظهر. چون جواب سوال منو بده. نمیذاره که مگه نمیبینی. سوال منو بده یعنی دارم میگم دروغ میگه میخوای دروغ بشنوی. آروم صحبت کن. دارم آروم صحبت میکنم یعنی چی؟ پچ کنم. سرکار ولش کن همینجوریه. همینجوری کردی. هفت جاش دست هفت جاش از طرف سر این خانم. یه لیوان آب خنک بخور چهار تا صلوات بفرست درست. آب یعنی چی؟ از 500 کیلومتر رو مخ من اینه میگه این واسه من اون کارو کرده اون این کارو کرده این اون کرده که کرده واسه من که نکرده. یکی با بابات بره کار بوده یکی با ننت بره کار بوده خودت حسابشو بکن که سرکار 500 کیلومتر راهه تلفنه هر خری که هست اگه چیز باشه زرش افا چرا اینجوری میکنی؟ روانی تو روانیم این داخلش تو برف من واقعا شرمنده سرکار تو غلط میکنی شرمنده ای بگی ببینم کجا انداختی اینو که دوباره زنگ بزن اون زنگی برای روماخم سرکار این موبایل منو بگی رقه 0912 شما اول گواهینامه‌تون رو بدی من ببینم گواهینامه نداره که چی دارم بهت میگم این گواهینامه‌اش کجا تمام نیست نمیدونم گرفته کدوم قبرستونی گمگونش کرده پس نمیده شما چی رو پس نمیده چی رو پس بدم تو اصلا کی گواهینامه داشتی نداشتم نه که نداشتی نداشتم چه جوری دارم رانندگی میکنم 500 کیلومتر راهو دارم همینا میگم دیگه گواهینامه‌تون دست این آقاست بله دست منه دست منه بیا بگرد بیا بگرد اگر تو ماشین مگه نمیگی دست منه مگه نمیگی دست منه وایسا سر جا خب بیا بگرد دیگه وایسا بیا بگرد تکون نخور بگرد دیگم اینا هاش یور سوار شو دلغک سهیلا جون بله بیخی اصلا تو کارت رو کن تو بزن داشت یک گوله بزن توی مخه من من از شر این زنه که راحت کن دیوونم کرده زنگ میزنم بهتون آتیش داری؟ چی؟ کبریت من بک تو ماشین برو سوار شو من دیگه حسن ندارم لیلا نه حسنه تو رو دارم نه این زندگی رو نه چیزی من همینجا میمونم مشکل چیه برادر من مشکلش پول سرکار پول؟ پول که بابا هممون گداییم بلند شو مسخره بازی در نیار سرکار این زمین خداست منم بنده خدا حالا کی چیکار است که به فلان اینجا حوزه استفاضی مرد حسابی بلند شو بهت میگم صبر کن آقا صبر کن من الان اینو درستش میکنم بیا بفرما آقا اینو تقسیم کنی بین خودتون اینا چیه خانم فکری یعنی خیالمه خودم هم میندازم این پولا چیه مشکلت همین بود بفرما تموم شد نشی تو ماشین داداش بردار ببر حال کن حلاله بایستا نکن نگیرش Ha 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 ha!
کف کف دارم میاد؟ نه بابا تو شب فقط باید اسکناس بشمارم بدبختا. ببین گرفته چیزی؟ باید گرفته باشه دیگه. این فیلم ها رو کجا سیف میکنه؟ تونیه که عکسی گل آفتاب گردون داره. راش آره. عالی بودی اینجا، عالی بودی. موبایل رو انداختی قشنگ موندم، گفتم یا خدا این باز زده کانالدو. اومد دستم به نظامش انداختمش دیگه. یارو داشت راستکی میزده. بابا غلط میکرد. من ترسیدم گفتم الان میزنه. اول باید اختار بده باید کسی بگه چون هم ایست فلان همینجوری نیست که، صد تا مرحله داره. فیلمش بری خوب نیفتاده. این چه خوبه؟ خوبه که باید معلوم باشه ما توشیم. میگی موبایلم 12 مگاپیکسل فلان اینه. ما توش نیستیم ربطی به پیکسل دوربین نداره. الان مشکلش اینه که واضح نیست یا ما توش نیستیم. والا مشکلش اینه که هم واضح نیست و هم معلوم نیست که توش ما ایم، یعنی پشم. بابا صدامون هست، معلومه ما ایم، کیسه هم هست، حل دیگه. این کیسه مدید برداشتن معلومه، ایناش. منم از همون برداشتم. نه تو از اون برداشتم. منم از مگه تو دوتا نریختی؟ یکی ریختم. تو تو ریختم؟ فقط حواسم بود 4 تا بشه. 23 و 24 رو یادم من انداختم. نه دیگه 23 دیشب دادیم به اون پسرک خروس میفروخ. پس یعنی من 24 و 25 رو انداختم؟ یعنی تو باید 26 و 27 رو انداخته باشی که 27 الان اینجاست. چه وضعیتی این پشت؟ خب شاید فقط 3 تا انداختیم. 3 تا بودن دیگه، 2 تا سربازی راننده. شاگرد راننده هم بود، من حواسم بود 4 تا بشه. نه بیا ناکن اینا هاش. ناکن. ماشین را میفته قشنگ معلومه چهار تا انداخته. نا کن حله بده مقاله بیان دنبال ما. اول دارم پولا رو گزارش کنم. دوباره دیدیمشون چی؟ پول خیرات دیگه نیچه، کمک مستضعفینه. آره فقط میگن چرا اینجوری خربازی در آوردین؟ خواستین کمک کنین مثل آدم میرفتین کمک میکردین. اون هرکی ناراحته بره شکایت کنه بگه به زور ما پول دارن اینا. خرب نشد. دوباره بینشون رو عمرن برو خودشون بیارن. فقط باید سعی کنم بریم محلی ها تابلو نشیم. شب یا میریم مثل جن میان بالا سرت. با کلاش. جن کلاشش کجا بود؟ لیلا ها این رو عکس گرفتنه. اون پایین سمت راست یه دکمه داره میره رو فیلم برداری. شد؟ آره درست. سلام آج آقا. سلام علیکم، خوش آمدی. عرض کنم که ها؟ آره اینا چی؟ داری میگیری؟ حاجی بشین اینجا. بشین. برای دوربین دست تکون بده. خوبه؟ حاجی از خانم تشکر کن. بگو ممنون، انشالله زود خوب بشین. خدا همه مریضا رو شفا بده. ممنون حاج آقا، لطف کردی. خانم اینا چیه؟ چی چیه؟ اینا نظره دیگه. نظر که این پوله؟ بله پوله، پول نظره. شما از کمیته امداد هستین؟ نه
ما از کجاییم؟ از کمیته امدادیم؟ نه ما واسه خودمون کار میکنیم حاج آقا. ما واسه خودمون کار میکنیم. من احتیاج ندارم. احتیاج نداریم؟ نه همینقدر که اینجا در میارم کافیمه. ببریم بدیم به محتاجش. باز شروع شد. آقا بیا تحویل بگیر. باشه خانم کجا؟ ببین عمو جان شما دلت چوره بقیه رو نزنه. خب انقدر آوردیم که به همه برسه. نه خب حالا عیبی نداره. اینم ببریم بین همه تقسیم بکنین. به هر کسی یه ذره بیشتر میرسه دیگه. آقای محترم شما نمیخواد کار خودمون رو یاد خودمون بدی. خب این پولا تقسیم کردنش حساب کتاب داره. همینجوری تو کیسه نکردن که. شمارهشو ببین رو کیسه. میبینی؟ کیسه شما کیسه شماره 30ه. تحویل گرفتی فیلمش هم هست تشکرم کردی. الان بخوای پسش بدی همه حساب کتابمون به هم می‌ریزه. کاوه این چی میگه؟ حالا چرا ناراحت میشی؟ آدم که داره کار خیر میکنه که اینقدر زود عصبانی نمیشه که. مشتی، نظری رو برنمیگردونن درسته؟ همین که رون نظر کرده بعد بگیری بگی دست درد نکنه فاتحه‌شو بخونی و سلام نوشه جان غیر از اینه. عرض کردم غیر از اینه. خیلی خوب حالا برای اینکه ناراحت نشی من یکی از اینا رو برمی‌دارم. یادگاری می‌ذارمش اینجا. همین خوبمه. من چی نشم؟ من ناراحت نشم؟ من ناراحت چی بشم؟ میبینی تو رو خدا یه چیزی هم بدهکاریم. ببین شما انگار خیلی از مال دنیا بی نیازی ها؟ خیلی درویشی. خب لااقل یه پولی بده این مشمع ها رو عوض کنم واسه. چیه این؟ کثافت گرفته همه جا رو. یه کیسه سیمان بگیر بده این چوبا رو برات اینجوری بکنن تو خاک اینجوری به گردن نباشه. یه باد بیاد میخوره تو ملاجت که. خانم چرا اینجوری کردی؟ شانس آوری من انداختمش ولی باد همچین میزد برق ازت بپره. خانم چرا اینجوری میکنی؟ حاجی که چیزی نگفت. چی بگه دیگه؟ میگه نمیخوام دیگه. زور که نیست نمیخوام. خیلی خوب حالا. بابا این از لای تذکرت الاولیا افتاده بیرون واسه من. پول مفت کسر شهنشه. چه کاریه خب؟ میبرم میدم به یه مستحق بیچاره یه چیزی. اینجا دشت برهوت مستحق همینه که میبینی؟ این مستحقه؟ پس چرا پول نمیگیری ازادم؟ چرا پول نمیگیری؟ حاجی من واقعا معذرت میخوام. تو خیلی بی خود معذرت میخوای. دارم خیرات میکنم به مستحق. معذرتش کجاست؟ بفرما. لیلا. میری میشونی تو ماشین تکونم نخوای تا من بیام. نجام. حاج من واقعا معذرت میخوام. من بابت دستم نمیتونم کمکت کنم اینجا. بیا بشین یه دقیقه. آتیش داری؟ ببخشید اگه حرفی زد ناراحت شدی. نه من ناراحت نشدم. عصبانیه نمیدونم چرا. دیگه نمیم باش چه کار کنم. دیوونم کردم. درست میشه. بین زن و شوهر از این چیزا زیادی. خواهرم. خب خواهر. خواهر آدم که از زن آدم به آدم نزدیکتره. دنبالشن. جرم سنگین کرده. مادیم ببرشون برای مرز. گرفته بچه‌هاشو خفه کرده تو استخر خونه من. ظهر از بیمارستان مرخصش کردن با بچه یه روزه. شب کشتش. برام میرزه دست منو خورد کرد. حالا شوهرش رضایت بده نکشنش.
آخرش آسایشگاه دیگه یه بدتره. هر چی داشتم رو جمع کردم بیارمش اینجا بسپنش به یکی از این قاچاقچی ها ببرستشون برای آب. ولی به اینجا که رسیدم دیدم انگار قرار پول اونو بگیرن ولمون کنم به امان خدا تو این بیابون. دیدم با این همه پول گرفتار بشیم کلکمون کنده است. ولی اگه همین جوری گیر بیافتیم میگرم یادم بدبخت دیگه این خودمون دیگه. گفتم تو این کوه میچرخیم میدونش بین اون برم 3 ساعته دارم تو این کوه کمر میچرخم یه نفر رو ندیدم جز شما. شما که ماشاءالله یه دنده. خب حاجی پوله رو میگرفتی راحت ما میکردی بابا. نمیشه که مسئولیت داره. پس یه چیزی من الان این پوله رو میزم پیش شما امانه. نه ببین نه گوش کن خواهش میکنم گوش کن. تا غروب میرم اون ور خواهرم رو تحویل آشنا میدم برمیگردم. شب میام اینجا همش ازت پس میگیر. نه گو حاجی گرفتارم. آخه من چجوری این همه پولو نگه دارم؟ شما میگی من چی کار کنم؟ این قرآن همراهت باشه. زود برگرد. منتظر تمام. حله. آقا کی اومد؟ مشتری داری؟ بیا سانتیمانتره. چجوری میذاره اینو؟ لم داره. لمش چیه؟ لمش منه. این نبودی چی؟ نگران نباش من هستم. بگو دیگه کاری میکردی؟ چی کار میکردی؟ بده من. نه خودم خودم میخوام میخوام یاد بگیرم. نمیتونی میگم بده من. خوش اومدی. زنی نزنیم؟ خودت بزن. اصلا حوصله اون ندارم. حسنش ندارم که الان خودش زنگ میزنه بعد هم باید باشه حرف بزنی هم حالتو میگیره. چی داری؟ فقط دل و جگر داریم امروز. بده دیگه چیزی بده. مشتی اینجا هشمش هم گیر میاد؟ چرت نگو تو هشمش بخوایی شکنم. ها؟ نه آقا اینجا از این چیزا خبری نیست. پس اینجا با چی میگردونی؟ چای قلیون؟ دل و جگر هم داریم. حال مثلا یعنی خیلی مردی جلو همه میگی؟ دارم قد هشیش بکشم، الان مشکلیه؟ این پیره مرده چی گفت که شما یه من هم بشی الان؟ اون چیزی نگفت، من خود به خودنم ابتدا به ساکن. خواستم بزنم؟ بزن. این آقا کلش خیلی باد داره. نصیحتش کن. اینجا تهرون نیست. شوخی میکرد؟ شوخی یا جدی فرقی نمیکنه. تا پجان تو چایی هم که بریم یه قهوه‌خونه پیدا نمیکنی که باز باشه. یا صاحباش از ترس جونشون گذاشتن و رفتن. هم همین کسافتکاری ها رو کردن درش تخته کردن. اشتباه کرد. نباید این حرف رو میزد. بچه بشینی؟ بشین اینجا. لیلا این چوبارو ببین. این ها دامانشون گرشن این بالستر خودمون بود. می از روی پیداشون کردن؟ دم دکه پیره مرده. دنیا رو ببینی؟ خب گفتی رو بریم مثل عمود؟ امون مشتیشون باید دراره میره. مثل پنگم باره هست. این چی میگه؟
عمو ماشینش خراب شده، راه نمیره کپسولمونو گاز کنه. بعد شما این چوبا رو باری چند میگیری؟ نه پول نمیگیری. شما این چوبا رو میسوزونی؟ برای دیگه میدین چوبا که میسوزونی جون چند تا آدم میتونه نجات بده؟ داروه. دارو؟ دارو میشه. چی میخوای خانم؟ زیر سیگاری هست که تو نبود. میبری براش؟ من برم دستشویی راه هست از این ور؟ فقط یکم گله. گل که همه جا هست. بذار از بچه ها بسه ما یه دست دیگه بذار. خواستی حساب کنی پای من نزنی یا خودشون دیگه پول دارن حساب میکنن. خانم کیسه‌تو جا گذاشتی؟ مال من نیست. بره هزاریه توش. این خیلیه. بعدم اون کیسه شوهرت اون یارو اون پایین داره پول پخش میکنه. نظری پذری چیزی دارین؟ آره. اه؟ قبول بشه. خواهش میکنم. یعنی اینا همش مال منه؟ شوهرم لابد به بقیه هم میده دیگه. چه؟ شوهرم لابد به بقیه هم میده. آه پس شوهرته؟ شوهرته یا شوهرته؟ شرط همین پولا که زنش نیستی. فرض کن نباشم. نه آخه نمیاد بهش. بلدته نه؟ میگم این همین یه ماه پیش آمده بود اینجا میخواست یکی رد کنه از مرز. آره خودش. ببین اگه میخوای از مرز چی من خودم هستم. گفتم بهت نظر داریم دستته. نمیدونم حالا اگه با منم نخواستی بیای به هر کسی اعتماد نکن. از شهر اومدی پول و پله امراته میگیرن تیغت میزنن ولت میکنن تو کو. این گشت لب مرزم راوچای خودشو داره آشنا میخواد. این که باشی ته خالی بند. الحمدلله پول و پله نداریم دیگه همشو دادیم رفت. ببین
نگاه نکن اینجوری تیپ زده واسه ها. سه سوت ماشین تو میزنه رو هوا. اون وقت شب بعد مهمونی بیای خونه ما. یهو. نمیای که. ببین خانم، اینا همشون تازه رسیدن، آخرین مرد. لازم نیست، نظر بود اون. این خوبه. ببین، شما این موقع میری تهران، مهمونی چیزی، به یاد ما. میگی فلانی، فلانجا، عب داره؟ آخه این چیه سرت کردی؟ آه، این قشنگت میکنه، قشنگتر. خیلی ممنون. ماشینت هم عروسک یا خوب خریدار داره این برا این خودت تو هر کیسه 5 میلیون تومن پوله رو هم چقدر میشه؟ 4-5 تا 20 تا آفرین شما چند تا کیسه داری؟ یک رو هم چند تا میشه؟ ما بگیم نه بزنیم بگیم 4 برای 1 چقدر میشه اگه گفتی؟ 7 باریکل اینم جایزه نه میشه 5 تا تو خفه شد دخالت نه همه گیگی بهت دادم. رو هم چند تا شد؟ 7 ایوه. تو شاید باهوشی. نه. میشه 6 تا. نه دیگه. این درست میگه. 7 تا. تو حرف اینه گوش نکنی بلد نیست. یه جزی دیگه بهت بدم. نه. ما درست گفتیم. 6 تا میشه. بشما ببینم. 7 تا میشه. دیدی حالا؟ الان 7 تا شد. ببین. حرف زیادی بزنی. همه شده پس میگیرم. پولاتو جمع کن بزن بشای. بادو ببینم. بادو. دست انداز داره خب میبینی که چه کم نمیشن اینا از دیروز تا حالا فرق نکرده ریخته این پشت 200 تا کیسه بوده 30 روز داشت رفته تو 2 روز یه روز و نیم حالا 32 تقسیم بر 2 میشه روزی 16 تا خب دیگه بگیریم 20 تا 8 روز باید بچرخیم 8 روز و نیم من اون قهوه چی هم که من رو دست خواه میذاشت به اون پسر جوانه میرفت به کارش دیگه اگه قرار نذاشتیم نفر یک کیسه حالا با 3 تا کیسه یه جا فنیمت 3 تا 8 تا یکی به اون پسر جوانه 7 تا به بچه ها هفت تا کیسه دادی به بچه ها؟ چرا؟ این یعنی چی؟ حالا کردم خیر باشم قرارمون نفر یک کیسه است مثلا تشخیص هم این بود الکی 100 کیلو چوب بار ماشین کنیم هم تشخیص شما بود آقا من دم قهوه خونه منتظر تو بودم علاف بودم این رو بار کردم رو باربند بعد چیه مگه چوبه دیگه مال هوا میخوره خب من بعدم میریختیش پایین سوار میشدیم میرم خریدمشون اگه اینجوری که از اول چه مرضیه خب بچه‌ها که دیگه از این بازی‌ها نداشتم میری میگی سلام خوبی خوبم آفرین کیسه رو برده بده به ننه چلیک عکسش هم میگیری آقا نمیشه تو جنسو بخری پولش هم به یارو بدی بعد جلو چش یارو جنسو ول کنی بری چرا فکر میکنی تو اسکلی مثل اون که پیاده بری پمپ بنزین بعد کارت سوخت رو بزنی تو دستگاه بیاره بگی آقا 60 لیتر بنزین بریز کف زمین بعد پولش بدی بری سهمیه 700 خب اینو فکر می‌کنه تو اسکلی دیگه در واقع فکر می‌کنه که متوجه میشه اسکلی تا بیاد اولا که اون بچه‌ها اگه یادت باشه یک ساعت داشتن به توضیح میدادن که اون بالا سرده این چوبا رو می‌سوزونن که نمیرن از سرما ثانیاً اونا اصلا فکر کنن که تو ته اسکلی
که چی؟ خب فکر کنم فوقش نگه دوتا بچه مفنگی فکر کردن تو اسکلی. سربازه فکر نکرد تو اسکلی 20 میلیون تومن پول نفریختی جلو باش. اون فرق داشت. فرقش چیه اون وقلا؟ اونو بچه بوده. یعنی تو الان نگران بودی که اینا خاطره بدی نداشته باشن از این حرکت تو، چون که بهشون پول دادی بابت باد هوا. جدی دارم صحبت میکنم؟ میخواستی آزرده خاطر نشن؟ میخواستم گیج نشن. گیج نشن؟ گیج که ببخشید اینا گیج خدایی هم همین جوریش. بابا اینا خمپاره رو سرشون نیاد، رومینم نرن، تای تایش میخوام بشن چوپون یا گافچرون فوقش. حالا گیرم گافچرون گیج چی میشه مگه؟ آه ببین من گشنمه. تو منو تفهیم کن. چی رو تفهیم کن؟ تو الان به چیه من گیر دادی الان؟ من میخوام بدونم چرا 100 کیلو چوب الان رو سقف این ماشین. آقا ببین من الان پیاده میشم این چوبا رو میزنم رو زمین خیال راحت. نه من راحتم. من راحتم اینا 100 سال دیگه هم اینجا بمونن. مشکلی نیست. میخوام بدونم که تو چرا اینا رو بار زدی اون موقع. نه نگران ماشینم نه چوبا. میخوام بدونم تو مغز تو چه خبر. تو مغز من هیچ خبری نیست. تو مغز من هیچ خبری نیست چون مغز من الان گشنه شده. این دل و جگرم ماست. نه به نظر میاد یه فرقی هست تو مغزت بین مثلا اون پیرمرده که من علی چاری اشکام کشید بارش کردم با این بچه‌ها که خیلی انداشه قرمه صدقه‌شون میرفتی. بله فرقی هست. آها و و و اینکه یکی یه شخصیتی داشته واسه خودش، خب بعد یه بمب میومد تو زار زندگیش خوری بدبختی میومد سرش داغون شده. یکی دیگه هست که لومپنه چاخانه چه میدونم گداست. خب شما سانوار جاج میکنی که کی لیاقت داره کی نداره. خب آره دیگه، یعنی اینجوری نیست که ما هر کیو دیدیم بیچاره بود یکی سه پول بدیم دستش، چون قبلا قرارمون این بود. ولی الان تو داری میگی ما اینجا المپیاد لیاقت مستضعفین را بندازیم، امت کوخنشین بیان تست بشن، تافل لیاقت پاس کنن، بعد اگه تو فکری به هر دلیل نالایقن کلا جرشون میگیره. این الان داستان دور بزن، من میرم بچه‌ها رو پیدا میکنم. خب اول پولم ازشون پس میگیرم، بعد چوبشون برمی دارم. شیت باز این مورفینش پرید. الو مامان بذار آنتن ندارم. بابا صبر کن. الو الو مامان جون من اینجا آنتن ندارم، هیچی از حرفاتو نمیفهمم. بذار یه جای خوب پیدا کنم واسه آنتن. خب بله آره اینجا همه چی اوکیه، این همون کالیفرنیاست فقط برفم میاد. من دیگه امضا قرار نشد، فقط گفتین فیلم یا عکس. من چی بفرستم واسه تو الان؟ اینترنت هم کجا تو این کوه و کمر؟ بابا تو اصلا میدونی من کجا وایسادم؟ و کسی نیست اینجا. شما تو تلویزیون همین داره دیدی، وقتی تو شهر بیلون بودن همه الان رفتن تو یه سوراخی. معلوم نیست کدوم گوری هستن. یه دقیقه گوشی مامان جون، یه دقیقه گوشی مامان، من به زنگ میزنم. گوشی چیزی که می‌خوایم دارن. ما الان چی می‌خوایم؟ رینگ دیگه. چی؟ بار کس دیگه است. اومدیم تحویلش بدیم. ما الان داریم چی می‌خریم؟ خوب خریداریم ما. بارو فروختیم. خاطر اون زبون بستمون بالا لیز خورد، افتاد پایین. کجایی پس؟ همین پایین پیچ. نرسه به قبرستون. کجا؟ یه بوگو بزن ببینم نزدیکی. زدی؟ از خیلی دوری که. گازشو بگیر بیا. قاطرشی پس؟ اونه که خلاصش میکنم دیگه. واسه چی؟ پای اسب که میشکنه منو بهش تیر میزنن که بمیره. مثل که من دامپزشکم ها. اصلا نیست قاطره. جفتش یکیه. کار این دیگه تمومه. پالونشو باز کن. با کارمون این نیست خانم. زمینمون موچک خورد دیگه محصول نداد. آقا میگم بیا پالون اینو باز کن. پالونشو چرا باز کنم؟ مردنیه دیگه. تو دکتری یا چی؟ غلاف کن اونو. بیا اینجا. چی کار به شکمش داری؟ دستش شکسته. این حامله است. جمع کن خانمون بساتو. بذار به کارمون برسه. بهت میگم حامله است. این قاطر خانم. قاطر باشه 11 هفته شه. چشه تو رو دور دیده. آخه داره تکون میخوره کابه، بیا دست بزنه، داره لگت میزنه. قاطر حامله نمیشه. پس این چیه داره لگت میزنه تو شکمه؟ چه میدونم؟
نفخ کرده. نفخ کرده یعنی چی خانم؟ دامپزشک یعنی فرقی نمی‌کنه. دست شکسته، باید خلاصش کنم. دست شکسته چه ربطی به مردن داره؟ این آقا هم دست شکسته، برم خلاصش کنم. دست شکسته رو آدم می‌بنده. ایناها. برو کنار. مشکلی نیست. با دست خود اگه خوب میشد که خوب بود. شکسته. مثل که کارمه ها. وقتی خانم دکتر میگه میشه یعنی میشه دیگه. دست خودم اگه ببندی الان که نمیتونه راه بره. میمونه. یه شب هم که بمونه توی هوا تلف میشه. شما فقط میخوای بکشیش بری پی کارت دیگه. میدونی چند ساله تو این کوها دارم با این زمون بسته میچرخم. مونس همه. داره زجر میکشه. خب. منم میگم اگه میخوای بکشیش بفروشش به من. ای بابا. من هرچی میگم یه حرف خودش میزنه. پول کره تو شکمش هم حساب کن که باورت بشه میگم حامل است. شما فقط بگو چند. قیمت. بستگی داره. نمیدونم. نمیدونم یعنی چی؟ الان یه کره قاطر بخوای بفروشی چند میفروشی؟ کره رو که نمیفروشم. سودش تو اینه که نگهداریش کنی از آب و گل که در اومد بفروشیش. من میگم این گریگوری تخم حرومه. تازه چسناله میکرد. ببین چه سوسه‌ای میاد. اینجوری هم که شما میگی نیست. آره همیشه همونجوری که شماها میگی. ببینیم بابا. اینو ولش کن. من کره‌شو به قیمت قاطر میخرم. نمیدونم. آخه کی میدونه درست دیگه چی میشه؟ اومدیم و کره چلاق بود. کور بود. دوغلو شد. هندونه سربسته است دیگه. اومدیم و خدا نخواست تلف شه. پاشو راه افتاد. مگه به حرف من و توئه؟ اینا تا پول نمیرن نم پس نمیدن. میخواد تا صبح ور بزنه. بردار. اینا که خیلیه. نترس. همشو یه جا میبرم. قاطر و کره و مشروب و هفتیر. هفتیر دیگه چرا؟ میخوای پول اونو بگیری برگری خلاصش کنی؟ خر خودتی داداش. هفتیر. چیه؟ شب سرد میشه. همشو میواری خب. به اونا بگیرن میشه قاچاق. مسئله شخصیه. 80 ضرب شلاق. ناورد میخواست بغیر قاطره رو بزنه. چرا وایسادی؟ صبر کن بزن خوب دور شه. رفت دیگه. پولش هم گرفتی چیکارش داری؟ صدای تیره این خیلی بلنده. اون از اونجا میشنوه؟ باید برگردی بزنی قاتل رو. راست میگفت نمیمونه. توی گفتی حامله است. گفتی خوب میشه. اون که خودش داشت خلاصش میکرد. میذاشتی کارشو بکنه دیگه. پولو چجوری بهش میدادیم میشه بگی؟ داستان این بود که ما پولو بهش بدیم، قاطره رو بخریم ازش مثلا، بعد ولش کنیم بیایم پایین. خودش برگرده خلاصش کنه. که تو اون وسط یهو گیر دادی هفتی رو هم بگیری ازش نمیدونم چرا. حالا چی؟ میخوای با این دستم برم تیر بزنم برات؟ با اون دستت بزن کاری نداره. کافه؟ من برم قاطره رو بکشم؟ داره میمیره دیگه چه فرقی میکنه؟ شاید خوب شد.
با محال اینجور پیداش کنه. باید داری قبر میکردی. خودت گفتی زود نبیدش به من جاده بیرش گرفت از اون بر بی بزنه. بابا اینجوری فایده نداره. باید راحت بریم بگیم آقا این یکی سر میره. راحت بریم بگیم. میشه مثل دیروز. یارو وای میسه هاج واج نگات میکنه راهش میکشه میره. اصلا بریم در خونه هایی که هنوز آدم توش هست پولو بذاریم دم در زنگ بزنیم قایم شیم بعد تا یارو اومد زوق من شد عکسمون رو میگیریم تمومش میره دیگه. تو دیگه زنگ بزنیم خر که نیست میفهمی تو گذاشتیش اونجا دیگه. زودتر میاد دم در علاف نمیشیم بچم زنگ نزنیم فکر کنه مال کسیه میرم میفز نوبال صاحب. چرا چرت میگی لیلا؟ یک در میلیون فرض کن. یک در میلیون شد فرضش هم میکنه. من زنی نزنی بذاری بری یارو فهم کنم ولی آدم یه بدبخت شد الان را میفته تو خیابون با نوارج هست اتفاقی بزن در دیوار مقداری پول پیدا شد نه دو سوپر را میزنن. چرا تو فکر میکنی همه مثل خودت خلن لیلا؟ مثل اینکه تو میدون ونک داری را میری شاد دو تا مشنگ با یه کیسه چکلو سرزارتا هم میان بهت میان رو بگیر آقا نمیگیری دیگه نمیگیری فیلم یه داستان یه چیزی میکنه. بابا حالا باز بگو ونک این ربطی نداره به ونک وقتی فهم کنه وقتی زنگ یارو رو میزنی. بفرما چنان گشت دنبال صاحبش یه آبم خورد روش پاش بریم پاش بریم من امشب تو ماشین به خواب نیستم. آقا آقا یه کیسه اینجا ندیدین؟ سلام علیکم. سلام میگم یه کیسه اینجا ندیدین پلاستیکی انقدی؟ نه خانم من همینجا گذاشته بودمش یه تخت سنگ چیزی اینجا بود. اینجا اصلا تخت سنگ نیست اینجا خیلی وقت ماسه ریختن. منم الان امروز صبح اینجا بودم ماسه نبود اینجا. نه خیلی وقت اینجا ماسه ریختن الان چند روزه. چی میگه؟ میگه خیلی وقت اینجا ماسه ریختن چند روزه؟ خیلی وقت بود که دیگه نمیشه بیل بزنه همش یخ زده. نه این صبح که آفتاب میزنه یواش یواش یخ روش وا میشه. بیا ببین بیل بزنی یا ببین این بزنی هنوز ببین ما نمیگیم سرخته. شما برداشتی دارم میگم اصلا اینجا سنگ نیست اینجا خیلی وقت یخ زده همه جا یخ زده اینجا. تحویل بگیر یارو همه پول دیدم من خره بگه دیدم. ما اینجا نگهبانیم آقا خونه زندگی مردم دستمونه. اگه دیده بودم میگفتم دیدم دیگه. ببین آقا ما هر چی داشتیم فروختیم داریم بچه‌مون میبریم اون ور مرز عمل کنن. الان همینجا تو ماشین افتاده ناخوشه این پول بیمارستانش بود. صبح از اینجا رد می‌شدیم وایسادیم دستمونو بشوریم نمی‌دونم چی شد بم زدم من هول شدم در رفتیم جا گذاشتم کیسه رو پیداش نکنم بچه همینجا تو ماشین تلف میشه. خانم بچه تو ایشالله خدا شفا بده. من اگه داشتم به جان بچه‌م خودم خرجشو میدادم ولی ندارم. خب اگرم چیزی دیده بودم میگفتم دیدم دروغ به شما میگم. میخوای شما بله اشکالی داره نگاهی داخل بندازم؟ داخل هست چی؟ هیچ نگاهی بندازم. نه داخل کسی هست. چی؟ میگم داخل خانواده است. زن و بچه دارین تو؟ چرت میگه و زن و بچهش کجا بود؟ وایسا ببینم اگه با تو نیستم میگم زن و بچه داخله نرو تو دیگه. زن و بچهت کاری نمیخوام داخل ببینم. آقا زن و بچه داخله من که میتونم برم تو. زر میزنم و زن و بچه کجا بود خانم؟ خانم یالا زنت کرلاله؟ خب داد زدین ترسیده. کی رو داری رنگ میکنی تو؟ نه دروغ نمیگه کاریش نداری من میخوام ببینم زنتو. یالا ما رفتیم تو. اینجوا تو نیست. اپا آی بخشی چته مگه بهت نمیگم نمیشه بری تو. بیا بریم کابه ولش کن. بچه نداری ما خونه چونی که تا آخرش هم میری برو تو جدار بگو چی کار داری اون بچه رو تو ماشین تلف میشه برو دیگه. Ah!
حیف دختر به این خوشگلی نیست اونجا قایمش کردی. لاغت ببرش جای درستی. پولم که داری. درد میکنه؟ چیزی نیست. مسکن هست و یا ادویل بدم؟ فایده نداره. زودتر که الکی اینو بکنم خلاصشون خفه شدن. من که از خدامه. آروم برو، اون کامیونه. دور بزن. وای نمیشه. دارم میگم دور بزن دیگه. اه. زود باش. چراغ بزن واسش، نور بالا. آقا بله. بزن کنار. بله. بزن کنار بهت میگم. واسه چی بزن بزن میگم دیگه. اه مول بازی در نیاری باز. ناراحتی بشی تو ماشین. کجا در میری؟ یه پایین میرم. یه پایین. کارت چی داری شما؟ کارت چی؟ کارت شناسایی، کارت شناسایی. برای چی؟ من باید این بار رو برسونم، دیرمه. کاری ندارم، دارم میگم کارت چی داری؟ افغانی نیستیم که ما آقا، اهل همین جاییم. من گواهینامه پایه یک دارم، آقا خلاف نکردم. آقا، به خاک مادر. شما بیا پایین دقه. بله؟ بیا پایین دقه. آقا، من الان چیزی همراهم نیست. یعنی چی؟ گواهینامم تو کمپه. من الان باید این بار آهک رو برسونم. کارتم تو چادرمه تو کمپ. حسابی تو رنده کامیونی. گواهینامه امرات نیست؟ تو این اوضاع بگیرنه چطوری ثابت میکنی؟ چی رو ثابت کنه آقا؟ این برادرمه. تو این مسیرم همه ما رو میشناسن. سه ساله داریم اینجا کار میکنیم. میگه کار میکنیم. کار. من میدونم شما اینجا کار میکنین. من میخوام بفهمم شما کی هستین. من مرتضی کرندی ام. سه ساله دارم اینجا کار میکنم. من میدونم شما مرتضی کرندی هست. ایشون داداشه درسته؟ بله، بله آقا. آقای مرتضی کرندی، من یه هفته هم دنبالت میگردم. واسه چی آخه؟ به خدا من صبح میرم سر کار، غروب میام خونه نون و پنیرمو میخورم. به حضرت عباس اگه آزارم به مورچه برسه. مورچه چیه؟ دارم میگم دنبالت میگردم. همه جا سپردم، مرتضی کرندی کجاست؟ به نیروی انتظامی سپردم، به راه و طلبری سپردم. هیچکی نمی تو کجایی؟ بابا یه شماره تلفنی، آدرسی، چیزی. خانم رادمنش، بیا. پیدا شدم. اون فرمای رسید هم بیارین. رسید چی؟ برنده شدی مرد حسابی، زدی تو خال. برنده چی؟ پولم بیا. آقا میگم برنده, برنده چی؟ خیلی خوبه، صبر کن الان بهت میگم. چی گفتی؟ این خانم رادمنش همکارمه. سلام خانم. این 10 میلیون تومن پول نقده. قشنگ بگی یه جا بشمارش. این پولا مال منه؟ این رسیدم لطفا امضا کنین. چرا ماتت برده؟ بگی امضا کن دیگه. کار زندگی دارم. اینا واسه چی آخه؟ تهرون قرعه کشی کردن اسم شما در اومده. دوستانی برم پسش بدم. کیفی چیزی نداری؟ این کیسه زود پاره میشه. بله، یه کیسه تو ماشین دارین. قره کشی چی آخه؟ ببین پای پول که میاد وسط برادر به برادر رحم نمیکنه. خوب حواست جمع کنی، اصلا میان کیسه دوخته واسه. از شما درد نکنه. از ما گفتم. الان دیگه زنم میتونه بگیره. مگه دیوونه است؟ 4 ماه نامزد کرده. لنگ پوله. و؟ نامزد کردی؟ بله. اسمش چی هست؟ اسمش سفیده است. سفیده خانم. خوشگله. ای بابا. شو دارم سوال میکنم دیگه. میگم اگه خوشگل نیست این پولو بی خودی حرومش نکنی. صبر کن، یه بهتر گیرت میاد. حالا چطوره؟ خوبه؟ خوبه.
یک سال دوید تا تونست باباشو راضی کنه. خب به سلامتی، ایشالله خوشبخت بشی. خوشبخت بشه؟ تازه اول بدبختی شه. میگم بفرمایید بریم سر ساختمون، یه چایی در خدمتتون باشیم. بله بله، همین پایینه، 5 دقیقه بیشتر راه نیست. این جاده یکم گلی هست اما نزدیکه. شما میخواییم این سر کار؟ ها به خاطر پولا میگی؟ حواسم هست، میذارم تو کیسه زیر صندلی، جاش امنه. نمیدونم کجا میخوای بذاریش. دارم میپرسم شما الان داریم این سر کار؟ خب کارگریم دیگه. منتظرم. من الان 10 میلیون تومان پول نقد به شما دادم. یه هفته است تو سوراخ‌سان با این جاده دارم دنبالتون میگردم. این صابکاره 2 روز منتظر این آهکه. صابکار گوه میخوره منتظر آهکه. تو تاج سرشی بدبخت. نه. کامیون کمه. این ساختمونم باید تا سر برج تحویل. بدش من. پولا رو میخواین؟ به زبان خوش میدی یا پلیس بیارم؟ کاوه. مگه من چی گفتم آقا؟ کار میکنی حقوق میگیری دیگه. پول لازم نداری. چرا آقا؟ این که چیزی نگفت. شما دخالت نکن برگرد سر کار. آقای مهندس. آقای مهندس نداره. سر کار که میخوای بری، کارشناسایی هم که نداری. اصلا چی شد این کارشناسایی؟ آقای مهندس دارم، به خدا شناسنامه دارم. مصطفی تو بهش بگو تو کمپه. کمپ چه درد من میخوره؟ من میخوام بفهمم شما کی هستی. الان یه هفته است تو این دهکده دارم دنبال شما میگردم. هر جا میرم میگم این آقای مرتضی کرندی کجاست؟ مرتضی بود یا مصطفی؟ مرتضی. چی؟ مصطفی. گفتم این مصطفی کرندی کجاست؟ هر کی یه چیزی میگه. مصطفی؟ یکی میگه توتساریه، یکی میگه قادرآباد، یکی میگه رفته از آقا نیست. آقا مصطفی منم. بله. مصطفی منم. شما گفتین مصطفی یا مرتضی؟ مصطفی. آقای مصطفی کرندی. شما گفتی مرتضی که؟ گفتم مصطفی. شما مصطفی یا مرتضی؟ من مرتضی. شما میخوای بری سر کار؟ نه به خدا. تموش. پولو بهش. یالا ببینم. ولی شما گفتی مرتضی. من و شما نداره که آقا مرتضی. پول من پول شماست. اصلا همچین چیزی نیست. اصلا همچین چیزی نیست. شما بیا اینجا. بیا اینجا. ببین. این قرآن درست. بله. تا قرآن هست کارت شناسایی لازم نیست. دستت بزن این رو. قسم بخور یک قرآن از این پول رو بردارت نمیده. نمیشه که داداشمونه. نمیشه؟ قسم بخور مصطفی، قسم بخور. بیا نترس، دست رو بزن این رو. بگو چی بگم؟ بگو به این قرآن قسم. بگو به این قرآن قسم. من یک قرون از این پولو، من یک قرون از این پولو تحت هیچ شرایطی. بله؟ تحت هیچ شرایطی. تحت هیچ شرایطی. به برادرم مرتضی کرندی. به برادرم مرتضی. بلند بگو. به برادرم مرتضی کرندی. به برادرم مرتضی کرندی. نمیدم. نمیدم. تموم شد. سر کار که نمیخوای بری؟ نه. نه به خدا. برو به امان خدا. بارتو میخوای چیکار کنی؟ ها؟ میخوای تحویلش بدی؟ نه. نه خالیش کن. چی؟ یالا خالیش کن. کجا؟ رو سر من، چه میدونم. بجوم دیگه دیرمه. اشتباه. این داره میره طرف اون قهوه خونه. با تو هم. این داره میره تهرون. درست دارم میرم. درست داری میره تهرون؟ میخوای بری تهرون؟ آره. این همینجا هم بنزین نداره. الکی داری کجا میری؟ تهرون. این داره میخوای چیکار کنی؟ این یعنی چی؟ دیگه بسه، برمیگردیم میگیم نشد. نشد دیگه. برگردیم چیکار کنیم؟ مثل یه رفت چی اومدیم اینجا؟ برگردیم چطوری زندگی کنیم؟ میخوام زندگی نکنیم. لیلا. لیلا نداره. چطور تو وسط دعوا میتونی بگی پولو از این میگیرم میدم به اون فلان؟ منم میگم خسته شدم میخوام برگردم. چه ربطی داره؟ اونا 2 نفر بودن، منم 2 کیسه انداختم. چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. خب زهر مار ادا در نیار. تو همین الان از یه آدم بدبخت 10 میلیون تومان پول نقد گرفتی. گرفتی؟ گرفتم. که گرفتم پول خودمو گرفتم. ارث ننه‌شو که نگرفتم که. خودم اونجا وایسادم دیدی چی گفت؟ چی گفت؟
گفت میخوام برم سر کار. همه میرن سر کار. گفت میخوام برم سر کار. کاوه تو اومدی یه چیزی تحویل بدی بری، به تو مربوط نیست مردم چیکار میکنن. لیلا این مادرسه خالیش نبود، دلش میخواست اسیر بشه. حالیش شد؟ حالیش شد؟ بزن کنار، واسه تو ندارم. جواب منو بده. بزن کنار. نمیزنم کنار. بزن، میزنم تو دهنتو. نمیزنم. چی میخوای بخوری؟ خیلی ممنون، من همینجا پیاده میشم. بیارشو هم میرونم. بیارشو. چرا اینجوری میکنی؟ یه پایین. نمیتونی بری اونی بیان دست. بچه‌ته؟ دخترمه. یخ داره زمین نه؟ آره. همین یکی بود؟ چی؟ میگم همین یکی بود، همین یه بچه رو داشتی؟ نه، سه تا پسر دیگه دارم. یه دختر از خدا خواستم، به هم داد، فرداش هم گرفت. آخه این طفلک یه روزش بود؟ زود برم باز بهتره نه؟ بزرگ میشم بهشون عادت میکنی، سختره دیگه. اینجور میگی رفت، خدا رحمتش کن. زود میری یکی دیگه درست میکنی. حاضری چی کار میکنی؟ این زمینه که نمیشه کند، الان یخ زده. بالاخره که باید خاکش کنم. بله شرایطش باشه آدم خاک میکنه، ولی الان میخوای چی کار کنی؟ یعنی سنگه الان. ماها تو غیر بنده این چیزایی، ولی آدم مرده که براش فرقی نمیکنه خاک بکنی نکنی. چیه؟ میفهمم دخترت، ولی نیست دیگه، رفت مرد.
اصلا امروز کجا هست الان؟ چون اینکه جلوتک دخترت که نیست، 2 کیلو گوشته. حالا فوق شما یه قبری هم کندی، 4 تا یه گوشت هم چال کردی. حالا جلو چشت نیست. خاکش کردی که نبینی چه بلایی سرش میاد. برای که به قیافه باشه، قیافه کسی کرم خورده 100 مرحله بدتر از قیافه کسیه که چه میدونم گرگ خورده. حالا میخوای جلو چشت نباشه؟ بلش کن همینجا برو. نیم ساعت دیگه برگردی، این سگا استخوناش هم نذاشتن واسه. واسه این بچه‌ام که فرقی نمیکنه که کرم بخوردش یا گرگ یا هر چی. بعد وقتا گناه نکردن گرگ شدن که. حالا چون بچه تو بوده اینا تو سرما میمیرن از گشنگی. بذار یه لقمه از واسهشون. درست مثل گوشت. مردی که بی شرف. معلومه چی داری میگی؟ آی وایس سر جات. نکن که بزنم سر جات ببینم. زمین خلاص من بنده خدا. عشقم میشه بشم روش. نمیخوای حرف بزنی حرف نزن. چرا شاخوشونه میکشی؟ برو کلنگ تو بزن. برو تا صبح کلنگ بزن جون در بیاد. به من چه؟ من دارم دخترم خاک میکنم. برو خاکشو ببین میتونی یا نه. برو تا صبح کلنگ بزن. اگه میتونی بکنی که تا رسیدی به نفت خب بیچاره. نه کیان دیگه بابا. گفتی چند تا بچه داری؟ 3 تا. بازند میشین 5 نفر. دستت هم به دهنت میرسه؟ میگم دستت هم به دهنت میرسه، داری بخوری؟ ای یعنی چی؟ یا داری بخوری یا نداری بخوری؟ چی کاره ای؟ معلمم. من پول اونو بهت میدم. پولی چیو؟ اون جنازه رو میخرمش. نیتم خیره. قیمتشو بگو. $1,000,000 اسکناس رایج مملکته. میشه کیلوی 333,300. چرا من ترازو که ندارم. الان گوش کیلو چنده؟ چه؟ خب بشمارش. دارم $1,000,000 پول بهت میدم دیگه کلنگ نزنی. نه چیز بدیه نه چیزی. پول مفت حلال. کمه؟ بگو کمه. کاوه! $3,000,000. کیلو $1,000,000. کاوه بیا اینجا ببینم. برای چی؟ من اینو خاک کنم یا نکنم چه فرقی به حال تو داره؟ فرقشو که بهت گفتم. میخوام اون زمان بستا میشید داشته باشم بخورن. این تفلک مرد، اونا که هنوز زندن. اصلا تو پولتو برای چی کار داری؟ واسه چی میخوام؟ داری چونه میزنی؟ بیا. $4,000,000. خوبه؟ بردارم. کافه. میرم ها. به حضرت عباس همه این پولا رو ور میدارم میرم ها. بابا اینجا هیچی نمونده، قحطی، همه رفتن، چیکار داری میکنی؟ وردارم بچه رو؟ کاوه با تو هم وردارم بچه رو؟ چیکار داری میکنی؟ بیا بریم. این منیتون صدا بچه بیچاره است. $8,000,000 میشه نفری $2,000,000 واسه زنتون صدا بچهت. خورتو حساب نمیکنم چون آدم نیستی. اگه آدم بودی همه این پولا رو ورداشته بودی، زره بودی به کوکر، پشت سرت هم نگاه نمیکردی. نمیخوای؟ نخوا. واسه مردار چال کن. واسه رو کوه یخ کلنگ بزن. فقط فکر نکن من نمیفهم چی میکشی. منم میدونم بچه آدم بمیره چه حالی میشه. بچه‌ت اسم داشت؟ بله. بچه یه روزه اسم داشت؟ اسمش بنفشه است. ببین این سه تا بچه هم اسم دارن ها. زنت هم اسم داره ها. پس بعد از گشنگی هلاک شدن پشیمون میشی. اون وقت من دیگه اینجا نیستم ها. کسی چه میفهمه من واسه چی این پولا دارم بهت میدم؟ این بچه‌ام که دیگه به زبون نمیاد، اینجا فقط منم و تو. یه رفت دیگه من دستاری نزدی ها. خیلی خوب
میخوای آتیش بکشی به زندگیت؟ کاری نداره. شما هفته چه حقوق میگیری؟ ها؟ 100 تومن فوقش ها؟ بیا دیده شد تو دستمزد یه هفته کارت. بدبخت 2 هفته شما کلنگ بزن، بزن یه کلنگ دیگه بزن بشه 3 هفته 3 هفته کلنگ تو بزن شما، مسئله نیست. ایشالا تا بهار زمین نفسی میکنه سوراخی جلوت واز میشه. 4 هفته پنج هفته 500,000 تومن پول رایج مملکت رفت تو خاک فنای با تو هم میشتوی؟
چی شد؟ نتونستین رد چین؟ از کجا؟ داداشت گفت میخواست ردت کنه برای اون طرف. چی شد؟ داداشم کیه؟ داداشم الان اون بر دنیاست. بیا پاشو بی بریم برسونمت یه جایی. پس اون آقایی که با شما بود کی بود؟ گفت برادرمه؟ آره. دروغ گفته، گفته که اون پولا رو ازش بگیری. گفت غروب میاد اینا رو تحویل میگیره. نمیادش آج آقا، پشو برو از اینجا. کجاست داداشه؟ داداش کیه؟ داداشم نیست. حالا هر کیت کجاست؟ حاجی میگم اون نمیاد، پشو از اینجا برو. نمیشه، من قول دادم، گفت تا غروب میاد. چرا حرف گوش نمیدی؟ نمیاد اون. حاجی اون پولا رو دادی مال خودته، بردار ببر. یا چه میدونم، ولش کنم اینجا. من میشینم تا بیاد. امانت این پولا. امانت چیه بابا؟ ما که داشتیم همش رو میدادیم به خودت. خودت نکرفتی اینجوری شد. حاجی قربونت برم. نسی که من نیایی. خیلی خوب، از همینجا میگم. پشو از اینجا برو، مریض میشی. نمیخواد دلت واسه من بسوزه. داداشت همه چی رو برام گفت. تو اگه دلت میسوخ سر بچه‌تون بلا رو نمی آوردی. چه بلایی؟ من بچه ندارم آجی. میدونم، خدا بیا مرزتش. کیو؟ اون مردی که چی بهت گفته؟ ما آمدی این پولا رو به شما ببین بریم. نکنه سر داداشتم زیر آب کردی. چرا حرف نمیفهمی تو؟ خدا ببخشتت خانم. اینا کی هم؟ چقدر تحویل؟ من یاد نمیاد؟ بودم شب بخیر. شب بخیر. دوست پسر از کو؟ هست. کو؟ من یه چیزی میخواستم، آمدم از این دکیه بگیرم. همیشه باید یه پای وسط لنگ بشه. اینا که خیلیش مونده، میخواین چی کار کنین؟ پول که نمیمونه رو دست. میدونم، ولی من اینا میخواییم برگردیم. عجله نیست، میریم. علاف میشین، شب هم از تاریک شده دیگه. کار دیگه. این چه کاریه؟ فقط حقوق میدین، هیچی حقوق نمیگیرین. پول خودمون نیست، امانته. شما امانت میزنید تو دستشویی، میرین. آره دیگه،
به نظر آسون میاد. خیرات کار سختی. میشه یک خواهشی بکنم یه مقدار از این پول بده به این بچه ها؟ باشه. خب میخواین اصلا همهش رو یه جا بدین یه برای که خیالتون راحت شه؟ قانونا نمیشه، باید به هر کسی یه مقدار مشخصی بدیم، حساب کتاب خودشو داره. اه؟ فرض کن به زور گرفتیم ازت، نمیشه؟ چرا؟ ناراحت میشی؟ نه میگیم میخوایم پخش کنیم بین همه، میگم خب همه دیگه. ناراحت نمیشی؟ نه اصلا. بگم بیان؟ چراغ میزنی برای شما؟ چیکار کنم؟ نور بالا. برین سر دورای من بیم. اینا همه شون رفتن، یکیشون در نیومد. بیا برسونید آقا. لازم شد خودت برسونید. کجا؟ چی؟ کجا میخوای بری؟ میخوای برسونی؟ من منتظرت نیست. خیلی دوره؟ آره، گفتم که اون بره مرز. نه خب، اون برای مرز من. باش. پیادش خودم میرم. چیزی نیست، میرم خودم. میخواد بارون بیاد.
اینو یادم رفت. چی؟ هش دوست پسر صبح تو قهوه خونه عوض کرده بود گرفتم براش. خودم اهلش نیستم ولی بچه ها میگن جنسش خوبه. جمعش کن بریم. با شما جمع کن بساطتو. خوابه بیاین کمک کنیم، جلسه دارم، بیاین کمک کنیم خاکش کنم. با خود اون آدم میاریم خاکش میکنیم. بیا بریم. آدم چیه سرکار؟ اینجا سوار سگ و گرگه، مگه نمیبینیم؟ تا بیاری خورده. آقا مشکل چیه؟ آقا مشکل چیه؟ لیلا تو به اینا یه چیزی بگو. وسیله میاریم میکنیم دفنش میکنیم ول نمیکنیم بچه رو وسط قبرستون کنیم. آقا مگه نمیبینی این سگا رو؟ وسیله یعنی چی؟ بیا برو من میمونم، حواسم از وسیله بیارم. تو باز ول میکنیم میریم. مشکلت این چهارتا حیوونه؟ بیا چیکار میکنی؟ بلام کش، بلام کش، بلام کن کسامته، بلام کنش. بله؟ یالا صابونه آوردم. بفرمایید. ممنون، متشکرم. میتونم یه لحظه بیام تو؟ کافه؟ پاشو، این آقا کارمونه. ماشینتون رو پیدا کردم، ده بغل لب مرز. دیشب من خواب بودم، گزارش زد و خورد شده. عبداللهی رفته پیگیری کرده، میگه این پسر رو چاقو زدن، پولا رو برداشتن رفتن، ولی با ماشین شما کاری نداشتن. عبداللهی صورت جلسه کرده، فرستاده پزشک قانونی، ولی عقلش رسیده که از ماشین حرفی نزده. خدا رو شکر اینجوری دیگه نه اسمی از پولا میاد وسط، نه از اسلحه، نه از کفن و دفن. فقط شرمنده، باید زودتر بریم. نه حالا چایتون رو بخوریم. اینم باید پیش خودتون بمونه، اینجا پیداش کنن ماجرا میشه واسه ما. فقط تو رو خودم ببخشید، چیز دیگه ای ندارم تعارفتون کنم. گفتم با این بیسکویت ها لاغل یه تهبنده ای بکنیم.
فرماندت اگه بو برد چی؟ نمیدونم بازم باید برای اون اضافه خدمت میباره آدم سخت گیریه. اگه بو برد اینو بگو، بگو مادر این اهل همین براست، پیره ناخوشه ولی وضعش خیلی خوبه، سفارش کرد بیام یه بخشی از ارثشو خیرات کنیم اینجا. بگو پولشون حلال بود، نیتشون هم خیر بود، بقیهش هم دیگه به خودم مربوطه. Yeah.